ازدواج با این کسانی که میگیم ممنوع، ازدواج با این گروهایی که عرض میکنیم ممنوع. یک، ازدواج با کسانی که سوء ظن دارند ممنوع. سوء ظن یعنی بدبینی بیمار گونه، ازدواج با اینها ممنوع. دومین گروهی که ازدواج باهاشون ممنوعه، ازدواج با کسانی که وسواس دارند. وسواس، وسواس در فکر، وسواس در پاکی و تمیزی و نجاست، و این آدما نمیشه باهاشون ازدواج کرد. سوم، ازدواج با کسانی که افسردگی حاد، افسردگی ماژور دارن. چهارمین مدل ازدواجی که غلطه، ازدواج‌های احساسی است، توصیه نمی‌کنه. پنجم، ازدواج با معتادا، الکلیا و کلن آدمایی که به سمت خطا میرن، رباخورا، حرومخورا، بی‌تربیتا، کلن دیگه ازدواج با گروه ممنوع. ازدواج با کسانی که خطاهای بزرگ دارند. یه دختری به من میگفت انقدر پسر خوبیه، فقط مشروب میخوره. گفتم آخه همین همچین میگی؟ انگار فقط آب معدنی میخوره. خطای بزرگه. و ششم، ازدواج با کسانی که دوست از جنس مخالف داشتن به هم زدن، نامزد داشتن به هم خورده، عقد کردند، عروسی کردند، طلاق گرفتن. ازدواج با اینا ممنوع، مگر این تنها گروهیه که یه مگر داره. مگر دوست من از نفر قبلی به هر حال یک زخمی در دل دارم یا یک عشقی در دل دارم، از این دو حالت خارج نیست. ما که سیب زمینی نیستیم، هستیم؟ اگه ما سیب زمینی باشیم میگیم دو تا سیب زمینی کنار هم بودن، بعد از یه مدتی قلقلقلقلقل این رفت شد خورش قیمه، اینم شد چیپس چیتوز، هیچ اتفاقی هم نمیفته. دو تا سیب زمینی آدمیم، احساس داریم، عاطفه داریم، دل میدیم یا دلگیر میشیم. من اگه با کسی بودم، چه به عنوان دوست از جنس مخالف، چه به عنوان نامزد، چه عقد کرده، چه عروسی کرده، و از او جدا شدم، چه دوستی به هم خورده، چه عقد و عروسی شده طلاق، از دو حال خارج نیست. یا من از اون آدم زخم و کینه‌ای در دل دارم، یا من نسبت به اون آدم احساس و عواطفی دارم. ازدواج با این گروه هایی که گفتم، دوست داشته، نامزد داشته، عقد کرده، عروسی کرده، به هم خورده، ممنوع، مگر دلش و ذهنش این دو درگیری که میگیم با اون نفر قبلی رو نداشته باشه. درگیری مثبت، درگیری منفی. درگیری مثبت اینه: من با یکی از جنس مخالف دوست بودم، نامزد بودم، هر چی دیگه بوده، تموم شده رفته، ولی هنوز که هنوزه که دارم ازش حرف میزنم، اش تو چشام جمع میشه. میگم میدونی دوستش داره؟ های دلم براش طلب طلوب میکن. یعنی الان کجاست؟ این میشه درگیری مثبت. و اما درگیری منفی، تا یادش میافتم میگم لای تیکه تیکه بشه، جز جیگر بری زیر تریلی. اینم میشه درگیری منفی. به چی میخندی؟ نهیدین تا حالا مردا اینجوری؟ اگر این دو درگیری وجود نداشته باشد، این ازدواج هیچ اشکالی ندارد. ولی اگه این دو درگیری وجود داشته باشه، چه هنوز طرف قبلی رو دوست داشته باشه، با حسرت از او یاد کنه، چه از اون آدم بدش بیاد، با تنفر از او یاد بکنه، ازدواج با اینا ممنوع. مگر اینکه اون آدم از دل و ذهن این بره بیرون، چه مثبت چه منفی. تا وقتی این دوتا درگیر با اون آدم قبلی است، ازدواج ممنوع، ممنوع، ممنوع. واقعا این ازدواج ختمه به خیر نمیشود. یه خانومی توی تهران به من گفتن، من 2 سال بعد از ازدواج متوجه شدم شوهرم از قبل ازدواج معتاد بوده. 2 سال بعد از ازدواج اینو فهمیدم، و خب طلاق گرفته بود. این خانم، من باش صحبت میکردم، گفتم که از شوهرت متنفری؟
میگفت نه خب شوهر بدی نبود، یعنی خداوکیلی منو آزار نمیداد توی زندگی، ولی اعتیاد برای من این خط قرمز بود. من نمیخواستم فردا بچه دار بشم بچه من باباش معتاد باشه، بچه من یه روز باباشو تو جوب پیدا کنه. گفت من کینه ای از این مرد به دل ندارم، فقط ناراحتم چرا این موضوع رو از من مخفی کرد. گفتم دوستش داری؟ گفت نمیتونم بگم عاشقشم اینا، نه میدونی آقای فرهنگ خیلی درگیرش نیستم، ولی به هر حال 2 سال زندگی کردم کنارش، یه خاطره دارم، ولی درگیر این آدم نیستم. نمیگم الهی بمیری که به من نگفتی، نمیگم وای من عاشقتم معتاد من حالا چی کارت کنم. اینجوری نیست که بگیم نه یه فرمول بذاریم 100% آدما درگیرن یا منفی یا مثبت. نه، میشه از این درگیری رها شد. بعد از رها شدن از این درگیری ازدواج قابل توصیه هست.